بیننده برنامه کنکاش هستید از شبکه جهانی جام جم. اگر خبرها رو دنبال کرده باشید، مهمترین خبرها در داخل کشورمون که در واقع بعد بین‌المللی هم داره، سفر خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هست. ما در برنامه کنکاش اختصاصاً در خصوص بحث گسترش روابط اروپا صحبت می‌کنیم با محوریت سفر خانم اشتون به تهران. حمید رضا آصفی دکترای کردانی خود را در رشته شیمی از دانشگاهی که به شرط ناشناس ماندن او را راه داد گرفت. وقتی سفیر نظام در آلمان شرقی بود، آن کشور دچار فروپاشی شد. الان هم که به دامن نظام برگشته، بیت ولی فقیه به تلق و طلوق افتاده. در بحث‌های استراتژیکی به عنوان کیسه بوکس و حریف تمرینی مورد استفاده قرار می‌گیره. جناب آقای دکتر بزن بهادر، لنگر استراتژیکی، متخصص رفع گیرهای استراتژیکی و تاکتیکی، دارنده گواهی نامه پایه یک بین المللی، کسی که 150 کیلو دو ضرب میزنه بدون دوپینگ، هر کی هم میخواهد میتونه بیاد آزمایش کنه. کسی که روی کورنر خودش هد زده و توپ را آنچنان با تور آشنا میکنه که انگار 10 سال است که با هم رفت و آمد دارند. تکتاز گردنه های پیچا پیچ هراز با دنده عقب با تریلی 18 چرخ و 30 تن بار میلگرد. با میهمانان برنامه هم آشنا شدید. گفتگومون رو با جناب آقای دکتر آصفی آغاز میکنیم. کی؟ بیجا میکنی؟ با پدر جد آصفی؟ عقل تو کجاست که چلو کباب خوشمزه رو ول کردی رفتی سراغ دنبه سوخته؟ شما اگه سر کوچه‌تون چلو کبابی هست، آشپزخونه رو که تعطیل نمیکنید که. چلو کبابی هم هست، لازم شد میگیری، ولی آشپزخونه باید باشه. اشکالت اینه که فکر میکنی آشپزخونه اینا که دهن ما وا نکن که آدرس دقیق تو تو خونه بدم تو این برنامه. آقای دکتر آصفی چهرهشون رسانه‌ایه دیگه، همه میشناسن ایشون. در مورد این مزخرفات آصفی من نمیخوام تلافی بکنم، قابلش نیست. از قدیم گفتن لذتی که در عف هست دو برابرش تو انتقام هست. فقط بگم که آصفی تو ماه اسفند همیشه کمتر پرت و پلا میگه، چون که اسفند 29 روزه. استغفر الله. ساکت، نیشا بسته، برو سر بحث، میرم چه کار میکنی. خانم اشتون یا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران سفر کردن. آیا میشه گفت که این اتفاق، یعنی این سفر، نشون دهنده این هست که ما به توافق نزدیک شدیم؟ نه، این آرزوها رو بذار در کوزه آبشو بخور. پیام سفر اینه که جمع کنی این کاسه کوزه رو. از اول مذاکرات هم میگفتن که خودتون و عظماتون و این غیر قمیلا رو بذارین کنار. ما قاطانه وایسادیم، با صدای رسا گفتیم چشم، غنی سازی ترمز، چشم، هر چی هم غنی کردین بریزین دور، چشم، سر قبر برو بچه هم حق ندارین برین، چشم. کم کم حقوق بشر و اینا رو حالا میگن. خلاصه با چشم از رو بردی بشون، انقدر با پوز کوبیدیم تو زانوشون که دستشون خالی بشه. ببینید، نکات بسیار درست رو دکتر اشاره کردن، ولی نمیدونم چرا اعتماد سازی نمیشه. آصفی حقوق بشر رو بگو. در زمینه حقوق بشر من اینو با اطمینان میگم، ما در زمینه حقوق بشر مدعی هستیم. راست میگه این بدبخت دیگه، ما طلب کاریم. نقض حقوق بشر رو تو هلند و سوئد ول کرده اومدن یقه ما رو گرفتن. اونا که چهارشنبه سوری ندارن، معلوم نیست حکومت بیکارشون با چی باید بجنگه. بیکارن با میکنن به ما. مثلا اومدیم خونه بسازیم با چند تا راپله تو غزه، 40 کیسه سیمان برداشتیم از تهران بردیم بندرعباس و عراق و اونجا سومالی و اریتره و دریای سرخ و دور بزن تا غزه. حالا نامردا یقمونو گرفته که چرا همراهش موشک زمین به زمین و خمپاره و توپ و از این حرفا بوده. خب بابا اگه دزد با سیمانا رو ببره وایسیم بربر نگاه کنیم، خب یه چیزی داشته باشیم تو دستمون دیگه. دیدگاه غربی ها، حالا به ویژه اروپایی ها، به جمهوری اسلامی ایران هنوز دیدگاه مثبتی نیست، ما رو چالش محسوب میکنن. آره، دست تو باید اوزامون چطوری هست؟ خیلی خوب پیش نمیره. یه چیزی تو مایه های زهرمار. حالا برم سر وضعیت درب و داغون عظما.
کلتو بکش کنار، ناکس، هیچ سرک میکشه تو اینجا خجالت بکش، مرد گنده، دارم بحث میکنم هیچ سرک میکشه. ببین من بارونس اشتو نیستم، همچی میزنم که شکم دو زمین خط ترمز بندازه، ناکس. داشتم وضعیت عضوای فلک زده میگفتم، عضوای سیاسی که زایه از ژنو دو با تیپا انداختنمون بیرون. من اعتقاد داشتم ما اصلا اون دعوت رو نباید میپذیرفت. فکر کشکین ناکس یارو تو درا نمیدادن سراغ یوزر و پاسورد کت خدا رو میگره. خلاصش الان میخوان جام زهر رو بریزن تو حلق عظما، دست و پاشو گرفتن میخوان مسیر زندگیشو با این جام زهر عوض بکنن. بالاخره این کار صورت خواهد گرفت. اگه کسی مسیر زندگیش با یه زهرخوری عوض بشه، معلومه که فرمون زندگیش هیدرولیکیه، ولی فرمون مقام عظما بریده. هیدرولیک چیه؟ فرصتون تمامه، 10 ثانیه فقط. کی؟ من دست پنجات مثل تو رو هوا میخونم. عمران اگه 10 ثانیه مونده باشه، من 10 ثانیه تا حالا مصرف کردم، ببینم تو زیپ دهنتو 1 ثانیه‌ای میکشی. خیلی ممنونم آقای دکتر، سپاسگزاریم. از شما بینندگان عزیز هم خیلی خیلی ممنونیم. با امید دیداری مجدد در کنکاش با شما خداحافظی میکنم. شاد باشید. دیدی گفتم ناکس.